پدر مادرای عزیز، نوجوانان عزیز، درود بر شما. تا حالا در مورد ویروس HIV و بیماری ایدز شاید برخی مطالب را شنیده باشید میخوام تو این کلیپ صفر تا ویروس HIV و بیماری ایدز رو براتون توضیح بدم. با من همراه باشید عزیزان. خب درود بر شما دوستان دکتر ایوا هستم با یک کلیپ دیگه در مورد ویروس ایدز و بیماری به اصطلاح ایدز در خدمت شما دوستان عزیز هستم خب شاید خیلیاتون اسم این ویروس را شنیدید اچ آی ویروس نقص اکتسابی بدن هست که از یک میمون چندین سال پیش در واقع تو آفریقای مرکزی شیو پیدا کرد و امروزه توی جهان به عنوان یک ویروسی که عامل ایجاد بیماری ایدز هست و درمان خاصی هم براش وجود نداره شیو پیدا کرده خب توی این ویدیو میخوام این رو براتون توضیح بدم که راه های پیشگیریش پیشگیری چی هست راه های انتقالش چی هست و اینکه نحوه عملکرد این ویروس HIV توی بدن چطور هست ببینید ویروس HIV ابتدا اینکه وقتی که از طریق سرنگ آلوده یا از طریق مادر به جنین یا از طریق رابطه جنسی محافظت نشده با فرد آلوده به ویروس HIV رابطه واژینال، رابطه مقعدی، رابطه دهانی به بدن فرد سالم وقتی منتقل میشه یه دوره خاصی داره که دقت کنید که اگر احیانا کسی مبتلا بشه حتما یه سری کارها که لازم انجام بشه و خدمتتون رو عرض میکنم ببینید وقتی که ویروس HIV وارد بدن فرد سالم میشه ما 72 ساعت فرصت داریم که نسبت به پیشگیری از این ویروس یعنی پیشگیری از وایرال شدن یا تکثیر ویروس به صلاح به مراکز درمانی مراجعه کنیم خب این دوره رو بهش میگن دوره پنجره دوره پنجره دوره خیلی معروفی هست که ویروس HIV در بدن تست های تشخیصی هم نشونش نمیدن فرد هیچ علایمی نداره هیچ تست تشخیصی هم نمیتونه ویروس HIV ولی خود فرد با توجه به اینکه مثلا فرض کنید یک زمانی یک سرنگ آلودهی وارد دستش شده یا اینکه یک رابطه جنسی محافظت نشده رو داشته به برای افرادی که روابط جنسی متعدد دارن قابل توجه نوجوانا و جوانا دوره پنجره که وقتی که فرد شک میکنه به خودش با مراجعه به پزشک و یا های بهداش در واقع توی مراکز استانها و شهرستانها تو اون 72 ساعت یه سری داروهایی هستن که داروهای ضد تکثیر ویروس هستن که فرد توی 72 ساعت اول وقتی که بدنش آلوده به ویروس میشه میتونه مصرف بکنه دوره بعد از دوره پنجره بهش میگن دوره کمون هست که دوره پنجره البته چیزی خدمت شما بگم اون 72 ساعت 72 ساعت استراری هست که فرد داروی ضد ویرال یا ضد تکثیر ویروس رو مصرف میکنه منتها بعد از دوره پنجره دوره کمون هست که دوره کمون ممکنه که از یک ماه تا 6 7 ماه هم طول بکشه که در دوره کمون فرد علائم خاصی نداره منتها برخی از تست های تشخیصی در واقع تشخیص میدن که در دوره کمون فرد دچار ویروس در واقع ایس شده و HIV در بدن شروع به فعالیت میکنه عمل کرده ویروس اچ بدین صورتی که وقتی وارد بدن میشه وارد سلول بدن ما میشه در درون سلول بدن ما از طریق خون که جریان پیدا میکنه شروع میکنه از طریق ار ای ویروس شروع به تکثیر خودش میکنه و مدام تکثیر میشه ابتدا از طریق یه سری تست های تشخیصی که ابتدا گرفته میشه به اسم رپید سلف تست یا همون تست تشخیصی سریع که به های بدن رو از طریق آزمایش مشخص میکنه مشخص میشه که فرد بدنش به این ویروس مبتلا شده پس یادتون باشه دو ساعت اول که دوره پنجره هست دوره بسیار مهمی است بعد از اون دوره کمون هست که فرد علائم خاصی نداره ولی برخی از تست های تشخیصی میتونن تشخیصش بدن از جمله مثلا تست اسید نوکلئیک خیلی راحت میتونه اونو تشخیص بده مورد بعد این که وقتی که ویروس ایدز یا ویروس اچ در وارد بدن میشه ببینید سه مرحله داره بعد از اینکه ما هیچ تست تشخیصی ندادیم مرحله اولش عفونت حاد هست برخی موقع ها فرد مثل آنفلانزا یه سری علائم خاصی داره که این علائم مثل گلودرد مثل تورم غدد لنفاوی مثل بیحالی مثل خستگی بعد از که حدودا یک ماه دو ماه ممکنه این به مرحله ها طول بکشه ولی در عفونت مزمن مدام این علائم آنفولانزای شدید تر در مرحله افونت مزمن تعداد تکثیر یا وایرال ویروس در بدن بسیار زیاد میشه و فرد به اصطلاح مثل اینی که مثلا چندین بار های مکرر میگیره هر بار به پزشک مراجعه میکنه یه مقدار ضعیفتر میشه ویروس دوباره شروع به فعالیت میکنه و میزان خوب شدن فرد بسیار بسیار کمتر میشه مرحله سوم خود بیماری ایدز هست که وقتی فرد آلوده میشه دیگه فقط میتونه داروهایی رو مصرف بکنه که میتونه یه ذره جلوی تکثیر ویروس رو بگیره ولی فرد بدنش آلوده است به شدت به سر لنفوزیت های بی و لنفوزیت های تی ضعیفتر میشن آنتیبادی خیلی کم در بدن فرد ترشح میشه و بدن فرد بسیار بسیار ضعیف میشه یکی از علائمی که فرد وقتی که ویروس ایدز رو میگیره و به مرحله بیماری ایدز میرسه اینه که در داخل حلق و دهان هم زخم هایی صورت میگیره که این زخم ها معمولا در مراحل عفونت حاد و عفونت مزمن به مراتب کمتر هستند پس حواستون باشه که اگر احیانا یکی رو دیدید حتما حتما به پزشک مراجعه بکنه و داروهای ضد وایرال یا ضد ویروس رو بتونه مصرف بکنه و اما راه های پیشگیری ببینید عزیزان راه های پیشگیری از ایدز بهتر از راه های درمان هست اولا اینکه توصیه می کنم به جد توصیه می کنم خدمت شما که از تماس جنسی با افراد آلوده به شدت پرهیز بکنید حتی اگر خواستید رابطه جنسی برقرار بکنید و از لاتکس هم استفاده بکنید بازم ممکنه که به اصطلاح از طریق ترشحات واژن از طریق ترشحات منی یا از طریق ترشحات بزاق شما به ویروس ایدز یا همون اچ آلوده بشید پس حواستون باشه روابط جنسی خطرناک، روابط جنسی پرخطر، روابط جنسی محافظت نشده با فرد آلوده را به هیچ وجه امتحان نکنید. راه های دیگه این هست که شما اگر موقعی از سرنگ یا به اصطلاح چاقو یا هر چیزی که شک کردید آلوده هست به جد پرهیز بکنید از استفاده است چون که بازم باعث ایجاد این ویروس در بدن شما ممکنه بشه. پس یادتون باشه که یه چیزی که در مورد دوره پنجره خدمتون گفتم اینه که 72 ساعت اول شما فرصت دارید که با مراجعه به پزش در واقع اه اه به طور کامل و 100 درصد جلوی انتشار ویروس تو بدنتون بگیرید خیلی ممنونم که این ویدیو رو همراه من بودید سابسکرایب و لایک یادتون نره دوستتون دارم بدرود